خب میگن تو همه فیلم آموزشی تو با خوب شروع میکنی، یه چیز دیگه بگو. خب میگم مثلا ببینین جیگرا، این هم میشه به مرکزیت موزیک کلیپ عروسیمونو میسازیم یا اصطلاحاً پروژه آمادمونو میسازیم و مثلا از تصاویر ثابت اینجا استفاده میکنیم برای دبل کلیک، مثلا با یک تصویر زیبا من اینو با خیال راحت میذارم در آخرین کلیک. اگر من اینجا بیام اینو آنلینک کنم، دیلیت کنم، دیگه همین شکلی در کلیپ خواهد بود. و اگر مثلا بیایم از کراس دیزالو استفاده کنیم و مقدارشو اینجا حدود زیاد کنیم، بازم اینو دستمو میارم اینجا میکشم هم اضافه میشه. چی داریم؟ دارم میخواد هنوزم بکشمش. حالا بیایم از یک ویدیو ثابت استفاده کنیم، بیایم از یک عکس کاربر استفاده کنیم، مثلا اینو بذاریم اینجا یکم طولانیه. و بینش باز دیزالو کار کنیم، زومو یه ذره باز کنیم، این دیزالو و سنتر داشته باشیم و مقدارشو بکنیم یک. اینجا بنویسید 100 میشه یک. الان یه توضیح مفصل میدم، فعلا میخوام یه چند تا حرکت بزنم. سوال، سیکونس من تنظیماتش چیه؟ یعنی این پنجره وقتی سیکونس ستینگ رو میزنیم چی داریم؟ 1280x720 درست برابر با عکس هایی که خاطرتون باشه آماده کردیم برای پروژه. فریم ریتش رو روی 2997 میذاریم، سکوار پیکسل میذاریم و اوکی میکنیم. بنابراین معنیش اینه که هر عکسی که اومد اینجا، هر فیلمی که اومد اینجا، اندازه فریم ما 1280x720 و بهتره برای سرعت رندر عکس و فیلم هایی که میارید اینجا دیگه بزرگتر نباشه که مجبور شید کلیک راست کنید و بعد بیاید بگید اسکیل تو فریم سایز میزنم. این کار شدیداً باعث میشه که زمان رندر بگیره چون باید تغییر بده. خب من تا اینجا یه ویدیو ثابت استفاده کردم، خاطرتون از پروژه ما اینجا یه فولدر موزیک داشتیم، عکسایی که کاربر میذاره، عکسایی که ما در پروژه‌مون به صورت ثابت استفاده میکنیم، ویدیوهایی که کاربر میذاره و ویدیویی که ما ثابت استفاده میکنیم. کاربر وقتی این پروژه رو از ما خرید روی این دبل کلیک میکنه و این از تمام عناصر به کار رفته در اینها استفاده میکنه، کما اینکه من دارم اینجا الان استفاده میکنم و کلیپ رو میسازم و آماده فروش میکنم. کاربر ما یا هم خریدار فقط با این دوتا فولدر کار داره، کافیه 12 تا عکس بذاره اینجا با مشخصات فنی عکس ها RGB باشن 1280x720
و رزولوشن خوب و بالا مثلا دی پی آی 72 ولی خب کیفیت تصویر بالا، ویدیو 10 تا. زمانی که من اینو ساختم، حالا یکی دو تا ویدیو دیگه هم بهش اضافه میکنم، مثلا از ویدیوهایی که کاربر ما گذاشته میشه گفت مثلا یکیش اینه. من سازنده این ویدیو نمیتونم از این تایم بیشتر استفاده کنم، حواستون به این مسئله باشه. یعنی اگر من این ویدیو مثلا چند ثانی هست، کلیک راست پروپرتیز، هفت ثانیه و 17 ثانیه، من نمیتونم اضافه 9 ثانیه استفاده کنم، همینو دارم. ضمناً فراموش کردم که این کلیپ ما، این پروژه ما 25 فریم در ثانیه است. خب این رو هم سنتر کنیم و آنه کلوز داد، من برمیگردم. خب من به دلیل اینکه وسط پروژه برداشتم فریم ریت رو عوض کردم و ویدیو گذاشتم، اینا قرقاتی شد. خب رفقا، خب همینطور که میبینید من الان اینجا یه فیلم ثابت، موزیک، دوتا عکس، نباید این کارو میکردن. خب حالا تصور کنید همینقدر پروژه ماست مثلا یه همچین چیز معمولی رو ما فروختیم. حالا خب یه کلیپ خیلی پیچیده عروسی ساختم، میفروشمش. چی رو میفروشم؟ میام اینجا این فولدرها رو میفروشم، یعنی اینجا میذارم یه فولدر درست میکنم به نام، بذاریم پریمیر رو دیگه ببندیم، اینجا یه فولدر درست میکنم به نام پروژه عروسی خیلی باحال. دیدین دیگه مثلا تو کانال ها همجوری زرد و زرد پروژه میفروشن. خب این دازمشون اینجا الان داخل این پروژه عروسی خیلی باحال من اینا رو دارم، درسته؟ من اینو به صورت زیپ میفروشم، میتونم پسوردم بذارم برای زیپش که طرف اگه پول داد پسوردش رو شکنه، ولی الان این نرم افزار وین زیپ به من یه نسخه زیپ اینو میده. خیلی خوب این فایل رو من میفروشم 241 میگ. کسی که اینو آنزیپ میکنه، یعنی اکسترکتش میکنه، میرسه به همین فولدر و یه دفعه اینا رو میبینه. و از اونجایی که من برایش توضیح دادم در فوتوز کاربر و ویدیو کاربر یه جای اینها فیلم های خودتو بذار، اونم با همین نام 1.mpeg4 و با مشخصات فنی که اینجا میبینه 1280x720 و 25 فریم در ثانیه، اگه فیلم های عروسیه خودش و خانومش، دوست دخترش و دوست پسرش مثلا اینا رو بذاره، یا مثلا علیرضا و مریم رو بذاره، نمیدونم ستاره و محسن، هر کی رو بذاره، زمانی که پریمیر رو باز میکنه پریمیر اشتباه میکنه و چون فایل ها هم نامه، به جای اینکه فایل های من رو وا کنه فایل های اون رو وا میکنه، چون اونا نشستن جای این فایل ها. یعنی این فایل رو باید پاک کنه اونا رو بذاره یا ریپلیس کنه، یعنی وقتی کپی کرد به جای اینا بشینه. امیدوارم فهمیده باشید. اگه سوال داشتید حتما از من بپرسید. حالا من الان میام مثلا میرم در اینترنت، اینجا میرم در مثلا چه میدونم میزنم love، ببینم میتونم عکس دو تا دختر پسر دیگه پیدا کنم، چی میدونم مثلا
این دوتا هم که خیلی زیادی لاف میهن مثلا این دوتا بفهم. البته وقتی میزنیم لاف در انگلیسی لاف یه خورده معانی متفاوتی داره. خیلی خوب، اینم لاف دیگه، یا اینم لاف دیگه، اینم لاف دیگه. آها اینم هست البته. اما زمان اینو استفاده کنیم، ببین اینو استفاده کنیم، قبوله؟ حالا من چیکار میکنم؟ من میخوام در کلیپم به جای این عکس اون بشینه دیگه. پریمیر رو میبندیم، اینو سیو میکنیم. وقتی میخوایم سیو کنیم میریم در همین پروژه‌ای که برای فروش گذاشتیم در فوتوز کاربر، روی همین عکسی میذاریم که آوردیم. حالا پروژه رو باز کنیم چی داریم نگاه کنید. درسته؟ ما اینجا در فوتوز کاربر به جای عکس سی که اون عروسه بود عکس دیگه داریم که متاسفانه سایزش فرق داره. البته الان پریمیر یک اشتباه جالب میکنه، این عکس رو به جای اون باز میکنه. اینجوری یک کلیپ آماده میسازن و شما میخری، فقط عکساتو میذاری. خیلی عشق این کارو دارن. خب کارشون شبیه کار هزاران نفر دیگه است که میخرن و پریمیر مثلا بلد نیستن. اینجا رو ببینید، فقط این عکس چیه؟ سایزش کوچیکه، که اگه کوچیک نبود اینجا رو هم پر میکرد. الان داره ویدیو زیرش رو نشون میده که من مجبورم اینجا چیکار کنم؟ یک کلیک راست بکنم و اسکیل تو فریم، اسکیل ست تو فریم بکنم. آن این اسکیل کرده، چاره این نیست، من اینجا اینجا با دست بزرگش کنم. اگر سایزش با سایز عکسی که بود که همین شکلی باز میشد. پس قصه رو فهمیدید که پریمیر به چه شکلی با آماده میسازه. تنها توضیحی که اینجا میخوام بدم اینه که برای اینکه یه همچین پروژهی خریداران اینجور پروژه رو به اشتباه نندازه، ما در این قسمت، در همین قسمت پروژکت، فولدرهایی که میسازیم دقیقا همون فولدرهایی است که اینجا در ویندوز ساختیم. می‌بینید؟ برای این کارم خب اینجا فولدر رو می‌زنیم، اسم می‌ذاریم مثلا چندرام موزیک فلان، و بعد روی این حالا مثلا اینو الکی نوشتم، اینجا ایمپورت که می‌کنید می‌تونید اون فایلتون رو وارد کنید، میره این تو. در اینجا اینا وقتی می‌خرن، حالا من پاکش کنم، اینا وقتی این پروژه رو می‌خرن می‌بینن شما اینجا گفتی ویدیو کاربر، ویدیو کاربر، ببین همون ویدیوهایی رو میبینن که در فولدر اینجا میبینن، ویدیو کاربر، و میفهمن. اینم از یک توضیح دو ویدیویی برای کلیپ آماده پریمیر چیه، چجوریه. کارآفرینیه دیگه، با ذوق و شوق میتونید یک کلیپ خوشگل درست کنید، اما با نظم، همین جوری که من انجام دادم. فولدر بندی و بعد بفروشیدش و به کاربر بگید که در این فولدرها چی بذاره. در ایران رو کلیپ عروسی خیلی کار شده، ولی هنوز کسی رو کلیپ های صنعتی و اینا کار نکرده. عروسی و جشن تولد تو ایران زیاد، اما کلیپ صنعتی کار نکردن. که اگه کار کنید میتونید بین معمولا بین 50000 تومان تا 500000 تومان پروژه ها فروش میشه همون فایل زیپ. موفق باشید.